خب ما برگشتیم با یه دیلی نسبتا زیاد، اونم بالاخره دیگه دست ما نبودش متاسفانه، یه بدشانسی آوردیم و اینجا برقای کل مجموعه بام تهران رفته بود، برقای ما هم رفتش، اینجا یه خورده این شده این بازی فینالمون یه خورده به تاخیر افتاد، ولی خب بالاخره بازی که منتظرش بودیم
استارت شد الان نایفش دارم میزنم بودی رسمن داره میره به سمت لایف شدن فینال مسابقات کوالیفای دوبه اکستریملند برگزار کننده گیم کورنر تو بام تهران داره پخش میشه همین الان هم دوستان دارن کار میکنن روی این یه پروژکتور بزرگ گذاشتن اینجا روی پرده بزرگ پخشش کنن این دوستانی هم که اینجا میان مردم رد میشن ورزش میکنن فکر کنم بتونیم کم کم جذب بشن و بیان سمت پرده تصویر ما در ادامه بازی مثل که نایفشون رو زدن هم دارن مقبا رو پیکو بند میکنن یه نگاهی داشته باشیم توی سالن ببینیم چیکار دارن میکنن دوتا تیم فاینالیست این رقابت تیم اندی و تیم گیم کورنر بود شاید خوب خیلی ها پیشبینی میکردن که همین روند پیش بره بازی ها ولی خب تیم یزد هم خیلی خوب ظاهر شد واقعا نشون دادن که دارن کار میکنن تیمی نیستن که بدون برنامه باشن به امید این که در ایونت های آینده حالا حضور داشته باشن و نتایج بهتری هم بگیرن الان داریم توی سالون نگاه میکنیم کسی هم دوتا لیدر رو با هم دارن صحبت میکنن مثل مپا رو پیکوبند میکنن تو تصویرمون پایین سمت راست ببینیم چه با هم دیگه حرف هم دارن میزنن و ببینیم به چه نتیجه میخوام برسن جالب میشه مپایی که میخوام بدن بله این برم بغلمون آقای جعفری رو میبینیم که به جمعمون اضافه شدن همچنان صحبت روی پیکوبن مپا ادامه داره معلوم نیست چیه چند تا مپ مگه توی سی اس داریم ولی خب همچنین دارم با درایت فکر میکنم پیکوبن میکنن عجله ندارن ببینیم که چی میشه نتیجه مپا خیلی هم ریلکس و منطقمون چجوری با هم دیگه حرف آرش صندلی رو داره تاپ میده چپ و راست و مپا رو هم بند میکنن نایف هم ندیدیم کی گرفت ادوانتج من پس کردم با کیه ببینیم که حالا صدا اونم اینجا داره پخش میشه از روی این پرده پروژکتورمون امیدوارم اون اینا که صدا اون رو دارن میشن مردم میشن رد میشن اینجا دنبال ورزش و این حرفا هم هستن پیاده روی میکنن بیان یه سری هم به گیم کورنر بزنن و ببینن چه خبره اینجا حالا امیدوارم صدای اینجا صدای اسپیکر پروژکتور هم بر نگرده تو میکروفون اینجا که اینجوری به نظر نمیرسه ولی خب به نظر مشکلی نداره خب ما برگشتیم یه مشکل فنی هم پیش اومده بود که حالا برطرف شد بریم واسه بازی لایو ببینیم چه خبر شده توی سرور بازی بعد بعد یه ریکانکت بزنیم توی سرور مثل که دیسی شده پیج
برگشتیم با مپ اول فینال مسابقات گیم کورنر اکستریم لند کوالیفای دبی و در آینده اکستریم لند چین. $100,000 جایزه نهایی این ایونت هستش برای تیمایی که کوالیفای میشن. راند اول شروع میشه، ببینیم چه نقشه‌ای دارن بچه های تیم ولی بولبنگ رو رشته زونیم که اصلا رحم نمیکنه به حریف، هم اونجا پشت دیوار میخواد ببنده به تیر. ولی استراتژی عجیبه تیم اندیو داریم میریم سوی نفر جوری وایستادن پشت کوچه. هر سیتی اینجا بخواد راش بدن بعید میدونم زنده بمونه. محسن اینور داره سمت پاپ تاک بازی میکنه، سر صدا میکنه، تصمیم نهاییشون ببینیم کجا رو میخوان برن. دیگه چه خبر شده همه کوچه، دو تا کیل اولو میگیرن بچهای گیم کورنر. میزن نفر برای از سمت زیر لدر 1 و 6 میاد ماکس چه هدی میزنه، چقدر زیبا زد موینفراست ماکسی تک به دو میخواد بزنه. ببینیم با پی 205 بنشید میتونه کاری بکنه. 54 ثانیه وقت داره، 39 تا اچ پی تک به دو گلولاش هم دیگه تمام میشه، 15 تا تیر بیشتر نداره. ببینیم چیکار میخواد بکنه. یه نفر رو دید یه لحظه هدش رو تک به دو حساسیه، یه بدم شات هم خوردش اچ پی شد 9. دیگه بعید میدونم این راندو بتونه بگیره، بعد معجزه کنه واقعا. 30 ثانیه هم بیشتر نمونده، ماکسی تک به دو صدر بازی میکنه یه خورده تیراش واقعا تمام، 5 تا تیر بیشتر نداره، 3 تا تیر مونده، 9 تا اچ پی. موقعیت خیلی سختی بود واقعا، نامردی بود اصلا، هیچ کاری نمیتونست بکنه این راندو. راند اولو بچهای گیم کورنر به نفع خودشون میگیرن. یه مپ اول بست آف تیری فینال دور از مسابقات برگشتیم به بازی رانده دو هم الا موزیکی پلی میکنیم رانده دو هم از دست ملک خود اتفاق خاصی نیفتاد. بچه که این کنون همونجوری که انتظار میده رانده ای برو خیلی راحت شستن و گرفتن نمچه سه هیچ. حالا رانده بای بچه های اندی این ران مهمه، این ران ببینیم چه نقشه کشیدن جلوی تیم های گیم کورنر. ببینیم میتونن این ران با تجربه خوش مطمئنه که داشتن میتونن استراتژی اگزیکیوت خوبی راه کنم توی مپ ترین. مپ ترین توی تروریش اگه راند بگیرن راند هم تک تک رانده که میگم واقعا حساب خیلی سخت راند گرفتن توی تروری ترین. ببینیم چی کار میکنم. یه استراتژی دیفالت رو میبینیم از بچه های تیم اندی، از اون برم هیچ اگریشنی نمیبینیم از بچه های گیم کورنر. ولی خب رپتور اومده جلو چه پوزیشن خوبیه. نفر اول نمیتونه بزن در این نامواری ریک فلر کیلو میگیره اونجا، هر جوری بشه نگاه میکردی فرهاد بعد کیلو میگرفت ولی کن ریک فلر از اسمو کشید بیرون و کیلو گرفت. حالا ببینیم در ادامه ران چی میشه. 3-3 شده ران، خیلی حساس شده این ران، میتونه راند اولی باشه که بازی بگیرن دستشون. بچه های داره شیر میبیره بگیرش برای برشت میده توی دیری زد با یو اس بی ماشالله خیلی قشن با یو اس بی. دو تا کیلی که واقعا بعید بود با اون یو اس بی بتونه دو نفری که فول ایش ای همه چی دارن به اندازم. ولی خب بالاخره با ایم خودش به نمایش زیبا رو برامون اجرا کرد.
دوباره بچهای تیم اندی، دوباره بچهای تیم اندی. حالا این ران ایکو هم چیز خاصی هم ندارن که سعی میکنن فست ایو بریزن بیرون از اون، ولی خب بچهای تیم گیم کنن حواسشون از بالای ترین مهم فراست. کیل اولو میگیره گرینده رشنس فاطوما رو هم میندازه. شینوی اینجا تابداگ یه نفر رو تابداگی کشید بیرون، بعد موقع راست رو نگاه کرد. موسو ادامه ایران حالا بریک پله تک میده به دیزر که کاری هم نمیتونه بکنه. مونیتوراس با یک USB راند رو تعریف میکنه. راند پنجم دوباره یه فولگای کامل از بچه های تیم اندی رو شاید هستیم. ببینیم این راند رو میتونم بگیرن. اسکور درست 5-0 ولی که مپ ترور و مپ سیتی سایده. بعد یادمون باشه که ترور خیلی کارشون سخت داره تو این مپ، خصوصا جلوی تیم خوبی مثل تیم گیم کورنه. ایران استراتژی مین ایو میزن، مین ایو میزن اینو خیلی شاخ بخواد شوتی میکنن هد بگیرن و راندو به زور واسه خودشون بکنن. دو تا کیل زیبا هم میگرن بازمون شینوی اومون خواهد توی اسموک پلنگ کنه، داره پلنگ چشم توی اسموک گیر میزنه بهش نمیتونه با گوشش بوم پلنگ میشه. 3-4 بوم من پلنگ واسه بچه های اندی میتونه اول ایران باشه. فرار رفت و یه نفر رو میزنه. اینجا رکفلر اومد تیر بزنه چنس کرد، تیرو میزد کیلشو گرفته و ریت بازی شد و 3-2 شدن. اینورم شینوبی میمیره توسط رپتور، تک به 3 میمونه رکفله. بمب هم داره دیفیوز میشه، دیفیوز شد رکفله گیر کرده کنه نمیتونه کنه، اسنایپش هم نمیتونه سیف کنه. راند ششم برای بچه های گیم کورنر 6-0 نتیجه مپ اول به سافتیدی فینال گیم کورنر اکستریم لند کوالیفای دوبی. هر تیمی که این بازی رو ببره یه جورایی بلیت حضور در مسابقات اکستریم لند دوبی رو داره. کوالیفای برای مسابقات 100,000 دلاری چین. این راند می‌بینیم که فورس بای رو کردن بچه‌ها، هر چی داشتن خرید کردن بچه‌های اندی. بله اینجا بدون می‌بینیم می‌زنه ولی جان اتفاقاتی میفته، خیلی فرگای سریع جا به جا میشه که اصلا راند خلاصه شد. در هر صورت اسکور برگشت به 7-0. تا اینجا که ما کار خاصی ندیدیم از بچه های تیم اندی، یه چند بار هولد گرفتن بعد از اینکه دیدن هولداشون جواب نمیده چند راند ایفست اومدن و رانده نزدیکی رو دادن. یه خورده بدشانسی میشه گفت آوردن، اینه کار بعدی نمی کنن. کارشون درست بوده تا به اینجای کار. راور اینوانتوری خوش خالی میکنه، تابداگو پوش میده، داره میره حواس. اوه یه گرینه دم میفته دیگه، مثلا دمیجی بهش نمیده، یه گرینه دیگه هم میفته انجاه تا ایسی شش اینکه باید بکشه عقب. راور همین کار هم میکنه، یه هدم میخوره نفنی و خوبی خورد در دوچین خورد معلوم نبود. بازی رو آرومش کردن دوره اندیا، دیدن فس رفتن جواب نمیده دیگه، به شانس نمیخوام بدن رانداشونو. دیفالت وایستادن سر پوزیشن های دیفالتشون. راورم اسمیش توی پاپداگ به 8 رسید. سوکه تواهی نزشون بی همون سمت ایوم اسکه میخوام برم. بچه تیم اندی همزمان میخوام پاپداگ و تواه با هم دیگه بریزن تو، بریم میتونن تاو رد کنن یا نه. مهم فراست اینجا حواسش بعد مهم فراست رو به رو سمت گیجا ایو میزنه کنجی میزنه اون برو هشت رشنس هستش یه دره کنه. کازوما نمیتونه کم کنه مهم فراست رو اومد کنه. چه سویج کیلی گره بسیار عالی، کیل دوم هم میگیره دی ان ای. تک به تک موقعیت حساس، میتونه اولین راند رو همینجا بگیره. جاش هم خوب حد زده، به نظر میدونه که کجاست. 17 ثانیه بیشتر نمونده، بله یه ریسکی میکنه تو این 17 ثانیه بازی زیرکانه. بوم ساید بیرو خالی پیدا میکنه، میره بومش رو پلن میکنه، یه زاویه هم بوم میذاره که راه نداشته باشه امیر زیرون بتونه بیاد بزنتش موقع پلن کردن. امیر الان متوجه میشه که بوم سمت بی بوده، داره به سرعت میره سمت بی. دی ان ای پوزیشنش یه خورده ریسکی شده اینجا، خودش نشون داد نباید این کارو میکرد. اگر نشون نمیده خودشو شاید میتونست این راندو بگیره. امیزی رو هم فکر میکنم دنبال اسنایپ، بله اسنایپش هم پیدا میکنه. حالا میره سمت دیفیوز بوم.
بم دیفیوز میکنه و راند نهم بازی شروع میکنیم با اسکور 8 هیچ به نفع تیم گیم کورنر. بمبم پلنت کردن بچه های تیم اندی و باعث شدش که پول کامل بای کردن شیلد و اینونتوری همه چیز داشته باشن. 5 تا ایکی خریدن، 5 تا 4 تا اسموک. این ران اگه بخوان اگزیکیوت بدن الان وقتشه دیگه. چه اسموکی انداخت اتفاقاتی افتاد. راند اول رو میگیرم بچه های تیم اندی. متاسفانه ما یه لحظه آلتو تپ شدیم به صورت اتفاقی. خب تونستن اولین اسکور رو واسه تیمشون به ارمغان بیارن. خیلی هم راند به نظر ساده گرفتن، سری ترید بازی کردن و اصلا راند خطرناک هم نشد. ببینیم میتونه استارت گرفتن راند پشت سر همه تیم اندی بشه یا نه. اگر همین روشی که ران گرفتن به قطع کنن چی کار کردن همون کار رو ادامه بدن به نظر من شاید بتونن جواب بگیرن. یه آتیش میمونه و ماکسی میمیره بازه چه فراس ولی تریدش میکنن رشنس و سمت تمیم زننش دو نفر از بچه های تریدش برپر بلو بزن رکپلر یه ترید خوب از رکپلر داری. خب بقیه یاراش هم اون بر حلاک شدن اون طرف مپ تک به سه مونده. بمب هم دست خودشه، همه کاری میتونه بکنه. یه دقیقه 22 ثانیه وقت داره ولی خب ترجیح میده همون تاو بره. امیر زیرون هم با کراشیدی که گذاشته فکر نمیکنم اصلا جاش شاید بشه. قبل از اینکه طرف نشون بده اصلا تیرو زد و یه گرنید پارسو رو برام دیگه کارو تموم کرد. 9-1 به نظر میرسه بچه های تیم گیم کورنر. ولی اتفاق بعدی که الان اینجا افتاد با تو بچه های تیم اندی بودش که راندای پشت سر همشون شکسته شده دیگه، بانکشون ریست شده و همین باعث شده که الان ایران ایکو باشن و به این صورت بود دارن برن سمت. ولی خب ایران هم باز شاید بتونن بگیرن سمت بی دارن راش میدن. رپتور در مقابل کل تیم اندی هستش. نفر اول میزنه زیر لده باسه این نفر دوم هم میزنه بالسر چه نفر رد کرده خبری سرش به هم گرده یه نفر دیگر هم میدازه. سه نفر رو فرهاد رپتور از پا در میاره. این میشه که راند دوام هم برای تیمشون میگیره. این راند ببینیم حالا با این بای نسبتا بای خوبی کردن بچه های تهو پولشون خوب بود. فقط یه خورده اسمو کم دارن، یه دونه اسمو بیشتر ندارن. یه دونه اسمو ترن ران گرفتن فکر میکنم خیلی کار سختی باشه. حالا ببینیم چیکار میکنن از اصلا به اون ران نرسه. این ران چیکار میخوام بکنم؟ تاون راش میده تاون این فراس راش میده از اون وقت کازومو هستش حاضر تریدش میکنم. چهار به چهار به نفع بچه های تیم ترور ترید بازی شدش. از اون وقت کازومو را برم ترسید اون مکسی از ای چجوری اومد از کوزه خوردش. مکسی از خوبتاک اومده بیرون یه نفر انداخت بک یه نفر دیگم تو بومسایی دید بومسایی اگه بزنه رانو میگرم بچه ها فرهاد رفتار نمیتونه کازوما رو بزنه. کازوما ساید رو یه جورایی باز میکنه و همه چی افتاده الان روی دستای امیر زیرو. ببینیم میتونه پلیر نامدار راندو برگردونه واسه تیمش یا نه با یه AWP خالی. زوم میذاره تو اسمش خبری نیستش. اون برم خیلی پوزیشن های خوبی گرفتن بچه تیم اندی. اصلا شانس پیچ دادن به کیل گرفتن به امیر زیرو نمیدن. امیزیران هم متوجه میشه و میره واسه یه بله حالا امیزیران میبینی که بانشو داره به هر صورت که شده داره سیوش میبینه. دومشون هم میگیرن بچه های تیم اندی. همین الان هم خبر رسیدش که بچه های تیم لیگ آف لژند گیم کورنر هم مسابقات آیسیزی ها اول شدن. تبریک میگیم بهشون. میگردیم به ادامه بازی. را
راند 13ام اسکور 10-2 اسکور بعدی نیستش، شاید فاصله به نظر زیاد بیاد ولی اسکور بعدی نیستش این اسکور از نظر من. تیم اندی خوب دارن عمل میکنن و همین سبک بازیشون اگه ادامه بدن دو راند دیگه بتونن بگیرن اونور میتونن شانس داشته باشن که بازی رو برگردونن. اسمخوای اسمخوای فکر سمت بیرم بیرم خب تو شروع کنم لکنه که شروع کنم خودش هم مثل میخواد داره دو دو رفت دو اصلا داره چلنج ما سه نفر رو کشونده سمت بی فکرشون جواب داده از اون بر ایو ریختن تو بچه های اندی پاپتاو کشیدن بیرون ایو واسه خودشون کردن اگه بومبشون هم برسونم پلن کنم بوم کجا درابه بله بوم من برمیدار از بله پاپتاو یعنی سوی بوم سایت هرچی سریع تر این بوم رو پلن کنه شانسشون واسه گرفتن ران بیشتر میشه. فقط بوم رو شک داره که با سیتی باشه تو اینجا بوم رو بالاخره تصمیم میگیره پلند کنه ولی که موین فراس و آرامش اینجا با استره تو اون ساید شیله اول باید بگیره نمیتون چیروبی خاموشش میکنه موین فراس رو از اون وقت امیر سیون دو تا تیر میزنه به دینه دینه از پا در میاره 3-3 بومبم تلند شده اون بالا بله چقدر قشنگ پوزیشنه خیلی خوبی گرفته بودم واقعا شانسی نده بودم به بچه تیم گیم کورنر واسه پیک کردن 10-3 بچه های تیم اندی دیگه اومده دستشون که چجوری باید بازی کنن جلو گیم کورنر سه تا راند ارزشمند رو گرفتن ببینیم به این روند راند گرفتنشون میتونن ادامه بدن یا نه اگه قرار باشه راند بگیرن این راندیه که باید بگیرن رابر یه سیزت بیشتر نره یه کلاریان یه یو ام پی دوتا یه یو ام پی توی تیم داریم ببینیم که شما میکنن در اونو بله دوتا کشیدم که این رد و بدل شد 5-3 این راند بار بچه تیم اندی خیلی سخت شده دیگه واسه گرفتن ران ماکسی اینجا بالای ترین و حواسش باشه اینش توی نفر دوم میذاره دو تا میگیره میذاره سومی هم بزنه راند خالی تحویل تیمش داده از اون ور شینوبی یه نفر رو میگیره بازی میکنن سه دو برگردونش ولی رشس با راش قوی که میده استاپش میکنه همونجا هنوز هم بازی ادامه داره یه دقیقه وقت دارن بچه های تیم تلفونشون فقط دراپ خودشون دراپ کردن اینجا بازوما گل تک به تکی داشت با رپتور اینجا اتفاقی رپتور در مورد بازوما چه هیدی زد بهش روی هوا ضربه زیبا تک به دو شد شینوی داره میدوه میره سمت بی بومساید بی هم خواهی بود یه اسمو که فیک میندازه واسه بی شیفت میگیره بچه میگیره بازی زیرکانه با اون اسمی 18 فیک میکنم بهترین انتخاب کرد ولی چند آرش رشنس اونجا حواستش به همه چی بود و نرزاشی با اون میپلندش از سوی تیم اندی 11-13 بازم اسکور خوبی اگه بچه اندی این راند هم بتونن بگیرن بازم شانس دارن که اون وسی تی ساید رو ببندن و نذارن بچه جیم کنه رام بگیرن چی کار میکنن این رام خیلی مهمه واسه تیم اندی همون کاری که هر رام دارن میکنن انجام دادن سه نفر سمت پاپتاک دوتا سمت ته مین هم یه جورایی ول کردن دیگه بچه های اندی اینجا حالا گیم کورنر رو میبینیم که بوستی میخوان اینجا بدیم این بوستش مگه جواب میشنم اولی بیخیال بوستشون میشن ترجیح میدن که بک بدن و برن عقب حالا از اون بر اونا بوست میدن بچه تیم اندی بوست میدن چه بوست زیبایی دادم موین فراس ولی همچنان بایستاده یه بیان از جلوش رد بشن حواسشون نشه موین فراس این دو باید بازی رو برگردن امیر زیرون به کمکش میاد یه نفر قبل از اینکه رد بشه کم میکنه موین فراس هم همون صبوریتی که داشته شونزا تونست کیلش رو بگیرن میگیره اینجا با دیزه پیش میده یه هد بعد بزنه این رپتور مستراف کنه بی
بریک فیلر میاد که با دیزرت هد بزنه و یکم با اسنایپ هد میخوره. نیمه اول بازی 12-13 به نفع تیم گیم فوره تموم میشه. بریم یه سری هم بزنیم ببینیم بچه ها رو تو سالون ببینیم با هم یه خوشوبشی هم میکنن، صحبت های راند اول رو میکنن، استراتژی ها رو هماهنگ میکنن. برگردیم یه پاز مسی گرفته شده، ببینیم مشکل خاصی پیش اومده یا صرفا تایم استراحته. به نظر مشکل خاصی نیستش. بله پازم برمیدارن و نیمه دوم لایو میشه. راند اول خیلی مهمه بچه تیم اندی، اگه میخوان شانس واسه کامبک کردن این موضوع شدن راند اول حتما باید بگیرم ببینیم میتونن این کار رو بکنن یا نه. از اون بچه تیم گیم کنن هم تیمیه که هم دیفالت های خیلی قوی داره هم اگزیکشیت های قوی داره. خوب اینا ترجیح دادن که همینجوری راش فست بیو برن میخواستن ساید بی کیل اول میکنن روی کلا از اون رپتور کیلو میگیره 4-4 بوم ساید بیو میگیرن پوش میده رپتور از اون و شینوبی میزنتش. شما میداره ماکسی از بکش میاد بازی رو تهران بکش به 4 مونده بود ولی بخواه بوم من پلن کرده من بچه های تهران رانده اول رو میگیرن. استارت خیلی خوبی داشتن واسه کامبک کردن این بازی بچه های تیم اندی. اول خیلی تمیز گرفتن ببینیم حالا در ادامه کار چی میشه. این رانده دو احتمالا بچه تیم گیم کورنر میخوان سیف کنن که رانده بعد فول بای داشته باشن. بوم بومی که پلن کردن پولشون الان بالای 2000 دلیلی نداره بای کنن. با همون ویپنهای دیفالت گلاکشون میرن و ببینیم چی کار میخوان بکنن. بچه سیتی هم که عجله نهارن، سه تا انفور دوتا یو ام پی جایی هم پوش نمیدن. وایسان هم فاصله دور از توفنگاشون دارن استفاده میکنن. آقا گیم کورنر یارم میبینیم که عجله نره اصلا واسه اینکه بیان بود دارن تو کراشر بچه اندی خیلی تایمشون رو دارن استفاده میکنن. مثلا ته دی ان ای دو نفر رو میبینیم که شرط ترجیح میده باشون درگیر نکنه ریسک نکنه بازی کاملا بدون ریسک. این فراس که ای رسیده زیر پاپ داگ ما نهیدیم اگه پوزیشن خوبه میتونه غافلگیر کنه هر کسی بخواد پیش کنه. 55 ثانیه تایم دارن هیچ عجله ای هم ندارن مثلا رفتن جلو جوری با همین نرفتن هاشون دارن اذیت میکنن تیم اندی رو که آرش به امید اینه که اون طرف پوش بده ولی خب اونا هستن بچه تیم اینی پوشن این دیزرتر آرش به همین داریم مدیزیاتش میتونه بزنه یه تیر میزنه ولی که هد میشه ولی یه کیل فقط رپتور از ریک پلر میگیرم اون یکی هم که گرفت باز خود خودش بهتر از هیچیه. ایران دوتا تیم دیگه فول بای همه چی دارن. اون فراس گانشو خریده تک تکش رو میکنن گانشون رو خریدن دوتا تیم الان گان دارن. یه اتفاق خاصی اگه بخواد بیفته توی همین ران بعد بیفته فرهاد رپتور هم استسنایپو میگیره دستش استسنایپر تیم گیم کورنر. ببینیم ایران استراتژی چیه. پاپ دو دوتای پاپ دو بو رفتن جلو تم دارن آرش اشنس خودش تنهایی تر داره فرهاد سمت اس واسن پیش اسکوپ گذاشته مداره اشنس یه اسکوپ سعی میکنه بزنه اون بر یا هم خوبی منتوری میدن جلوی پوشو میگیرن. ببینیم که برنامه بچه ها بچه های گیم کورنه حسین ران اس که میخوان اگزیکیوت بی برن بی دارن باز میکنن کم کم اومدم بچه تیم اندی هرچ زدن که خبرهای از اینجای مولوتوف میندازن یه خورده تایمو تلفش کنن. خب مولوتوف برو بود رپتور اینجا یه نفر بیدیوشو به به عجب بوست قشنگی دادن خیلی زیبا کم میکنن بازی میکنن 4-5
ببین بازم میتونن اینور کم کنن یا نه، ولی برنامه‌شون همون برنامه قبلی، میبینیم که بدون سر صدا دارن جمع میشن سمت همون بوم ساید بی که قرار بود برن. امیزی رو اشاره میکنه به یارش برو کنار، فلش میخواد بندازه سیه زیرون میده سمت بالا، پایین جمع دارن میشن ساید بیو میخوان مورد حمله قرار بدن. اینونتوریا داره میره اسموش رفت، فلش زد داره اولو میگیره پورتو رو میپاچن توی بوم ساید، یعنی میتونن شینوبیو بزنن، شینوبیو پوچه خیلی خوب نفر اول میزنه با یه نوکی نفر یه اومان میزنه بومو دراب میکنه، 8 ثانیه بیشتر نمونده تا آخر ران ریلود، بعد بومو هرچی سریع تر پلن کنه تایم واسه بازی ندارن، 3 ثانیه 2 ثانیه تموم شد. تعدیرم میگیرم بچه اندی، چه زیبایی بازی کرد شینوبی، بازی زیرکانه مونه پلنت بوم شد، تایم بازی تموم شد، نتیجه شد 12-6. بچه های تیم اندی خوب دارن نشون میدن توی سیتیه مپ ترین اینا تاده یه پای جالبی بچه ها زدن، یه دونه اسنایپ دادن به فرهاد، فرهاد خواهد با اسنایپ شکن کنه برده بیزی بیاسد، چه برینه ده بچه هانسی میفته زیر پای فرهاد، اسمیشو اون اول کار میکنه 21 بدون شیل یه خورده کار از اون چیزی که بود باز هم سخت‌تر شد، ولی خب از این انگلایی که فرهاد گرفته این کلیدا رو بدونه بگیره پای دی‌ان‌ای رو میزنه، یا پاش زد یا وال حساب شد، خلاصه 50 تا دمیج بیشتر نخورد، ولی دوباره میبینیم که بچه های تیم گیم کورنر جمع شدن میخوان سمت بیو برن، شیفت آخرش رو دارن میرن ریکبله اون برد ماده بود میدونه شینوبی نمیتونه کیل بگیره این سری، میزننش با همون پیستول میزنه بوم ساید بیو بازش میکنن پلنتش میکنن، فرهاد رپتور با استانی دیگه داشت با همون اچ پی 21ش یه کیل دیگه هم میگیره و ماکسی میمونه در مقابل سه نفر که بعد موقع متاسفانه نایفش رو ششید و پارسو رابر روبروش بود و تونست تریدش کنه. اولین راند تروری و بچه های گیم کورنر واسه خودشون میگیرن، ولی خب اونور سیتی ها بانک درست حسابی ندارن، دوتا بالای شیشگهی داشتن، یه نشون اسنایپ کرد برقی ترجیح دادن که سیف کنه، همون استراتژی گیم کورنر رو اون هم دارن میرن و چه تیم اندی نتیجه میگیرن اینا هم با همون تک اسنایپشون یا نه، ماکسی این سری تک اسنایپ تیم اندیه، برقی تیم هم که ایکو کردن، رشنس شیل اول راندو میگیره از سمت ته، دوباره به نظر میرسه بچه های گیم کورنر جمع شدن میخوام برن دوباره هم اومساید بیو اتکش کنن، انتخاب درستی هم دارم میکنم، اونجا که ماکسی تنها سنایپر تیم تنها کسی که گان خریده توی هم اومساید ای بایستاده ببینیم نفته آروم دارم میرن سمت اومساید بی، یه نفر هم بیشتر توی بی واین هست داده شینوبی، اوه 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 یه اگزیکیوت حسابی هم میخوام برم، یه اگزیکیوت سنگین که میخوام بزنم، یه بوستی هم کردن کسی هم فرقه تو اون بوسته پیدا نکرد، 45 ثانیه بیشتر نمونده، بچه ها این رفتن توی بی بچه گیم کورنر یه خورده احتیاط بیش از حد دارن میکنن، نگار معلومه یه راش یه اگزیکیوت تمرین شده هست، اینجا حالا میشه گفت مدام تمرین کنه یه اگزیکیوت شده یه نفر میبینه حتی شمیزی رو کمش کن و سال خالی میشه، حالا بچه های تیم اینجا جو میدن همشون هم از اس دارم یه اسنایپرشون ببینیم شده یه فس میزن و میست میدونه تیرش کراشرش میشه، ولی خب اسنایپر میست رفت بچه هم سی تحصیل طرف نبود، 5-2 تنها کاری که میخوام بکنم الان اینه که یه کاری کنم ماکسی فقط اسنایپش رو سیو کنه واسه رانده، ولی اسنایپ دراپ نشه از اون بچه گیم کنه، تنها کاری که میخوام بکنم اسنایپ هم بندازنش، رشنس خیلی آروم شیف داره میره تکیش تک جایی که اسنایپ میتونه بهش پناه ببره داره کاور میکنه پیداش کنن، تقریبا متوجه شدم بله همینجا هم بیدنش رو دیگه وقتش که بریزن سرش نزد سیفون و بله رشت سیفون از اون وقت
5-7 کازما میافت و هیچ ریپنی نمیتونه از اون براند بعد ببره. دو نفر از بچه تیم اندی پول دارن بایکنان، یه نفر 7 کی داره به نظر میاد میخواد دراپ بده، ولی یه کلاریون دراپ میده واسه ماچسی، یه بای نصف و نیمه میکنن تیم اندی. شاید انتخاب درستی هم بود، نباید دیگه بیشتر از این رام بدن توی سیمتی. از اون باید میبینیم که فرق یه رفتی دیگه میاد از اس بذاره درستشی بیرون، ولی بکن بازوما چه اتفاقی داره میفته. راور یکی داره ایه درگیری پاکتاش بوده رئیسی یکی دیگه بگیره میتونه شاید این رام دو یه استرده زیبای خودش نفر آخر رشنس هم از پا در میاره. اون باید نسونیمهشون جواب داد با اونهایی که انتخاب درستی کرده من مثل خرید توی راند پیش. چهارده هفته این ایران چهار میکنن بچه تیمه گیم کورنر هم فویبای هستن رکبله ایران توی اسمونش اگرسی کنن جلو جلو رشیست دوره کنن یک کیل دیگه میگیره واسه تیمش، کیل اول راند رو میگیره بازی میکنه 4-5 یک خوبی الان بازی به نظر میکنه. آره خود جره اینه بشی میکنن فرمادو که ارس خیلی زیبا دادن بازم هم یک کیل دیگه میگیره سه به چهار گرفتن رام یه خوره سخت شد بسه گیم کورنه بازم خط پاکتگو داره ماکسی حواسش به ته ریک فلر هم اسو داره میره جلو شینزی هم که حواسش به بیه. از اون برم میبینیم که بچه هایی تونی گیم کورنه مثل دوباره بومساید بیو هدف نهاییشون قرار دادن. رشنس به پورسان میخوام برن یه فیکی تو ای بزنن روتیشن بگیرم واسه بی ولی رشنس هم اونجا میمیره ایکل اول اون وارد ای شدن بازی شخون سمت ای 2-2 اینجا میخواد پلن کنه و پورس رو رابر کنه یه پلن میکنه دو من پلن میکنه موقعیت 2-2 اینجا ربک چه خوب هم پاپلوگ اومد کسی حواسش نمو به رکبه حالا تک به دو میشه پارسل رابه پارسل کاری تلهی که کلاچه خیلی قوی داشته توی کارنامه یکی اول رو میگه با اسپری به بچه اسپری قشنگی میکنه پارسل رابه کلاچه ره توی گیم کورنه میشه گفت یکی از بهترین پلیرهای ساپورت کلاچه ره سی اس گو ایران خیلی قشنگ زد اسپری کنترل بسیار زیبا اعتماد به نفس بالا نتیجه میشه 15-7 تنها یه رانده دیگه بچه گیم کورنر بگیرن مپ اول این سری بست آف تیوی میتونم واسه خودشون بکنن. این رانده هم تیم اندی با یه درست حسابی نداره کازوما با یه اسکو وو چه دیزرت هایی زد راکفلر ما هم از دست دادیم این دیزرت ها رو دو نفر از بچه ها رو بول آیتم همه چی انداخت بچه گیم کورنر رو دی ان ای با ماکسی توی بی دو نفری هستن که بعد استاپ کنن این راندو یعنی یه نفر میزده ماکسی از اون همه نفر دوباره هم میندازه بله تک به سه همه چی روی دوشای رشنسه بازم رشنس هم یه پلیریه مثل پارسا رابه کسی که میتونه این موقعیت تک به سه رو بگیره. ببینیم این ران چی کار میکنه سمت بومساید بی میره صدا هم میده دیگه علنا وارد بی شده نفر دوم هم اشپیشو میکنه 19 نزدیک بود این نفر هم اگه پیزد فکر میکنم ران نمیتونست بگیره 15-8 بازی حساس شده یه رانده دیگه اگه تیم اندی بده این نفر اولو از دست میده. دوباره همون بای نصف بایی که بچه تیم این کنه زده بودن دوباره میزنن میدان با شیط یک اسنایپشون هم انداختن دست پارسا راور ببینیم پارسا
بپرسه با این اسنایپ چیکار میخواد بکنه. بله کیله اولو میگیره به سر از اون بعد رشته سوتای معروف خودش شکل دیگه میگیره. راند 16 و چه سبکی دارم میگیره. اون شینوبی چه جوین خوبی داد از بکش شینوبی تک بسه این راند اگه بده دیگه مفه اول از دستشون رفته باری هم نمیتونم بکنم. شینوبی با اسپید 4 میکشنشو مفه اول یا نفه تیم گیم پورنه به اتمام میرسه. بریم که مفه دوم دوباره برگردیم به زودی ماکسیمون فکر مهم یه دو سه دقیقه بیشتر فاصله نباشه بین چنج لول و بازی بعدی. این یه سر سالون بزنیم
دیویل بکر. آره خب ادامه گزارش میدیم. حالا میکروفون هم مثل قطع بود بزنیم الان کار میکنه. بله ما داشتیم گزارش میکردیم و همینجوری داد و بیداد میکردیم، متاسفانه صدا پخش نمیشده دیگه، خورده بسته شدیم آخر شب. خودتون ببخش دیگه. حالا ادامه کار رو میریم داشته باشیم، ببینیم مپ دومه فینال این مسابقات چه اتفاقی میفته. راند اکوه تیم هندی هستش، هندی راند سوم خیلی خوب گرفت، راند چهارم ولی کن راند بعدش رو تیم گیم کورنر اجرای سورپرایزشون کرد و بازی رو برگرد. دوباره همون بومساید ایو میریزن به همون شکل قبلی میگیرن، کاری هم دیگه نمیتونم بکنم برای بچه تیم هندی با اون یو اس بی هایی که دارن، شیلدم ندارن چیکار نمیتونم. من تنها امیدشون اینه که یه خورده وایسن بچه‌ها گیم کوین که میخوان فرار کنن ازشون کیل بگیرن و گانشون رو بگیرن واسه راند بعد خودشون، که حالا بعید میدونم دوم به تله بدن این پلیرای تیم او رشش بالونگ زیبا بازی خونه از پشت در کازوما رو از با در میاره، همشون هم با هم از این مسیر فرار میکنن نمیخورن به بچه‌های اونور. شینوی از بالای بوست یعنی زیرو کیلشون میگیره، تونست یه ضربه کوچیکی وارد کنه به پول تیم گیم کورنر. راند ششمو چی کار میکنن؟ راند هفتم در واقع بچه 5-1 خیلی تا به اینجای کار یه طرفه بود بازی. این راند هم دوباره بچه های تیم اندی سیو هن، دوتاشون شیلد دو دارن، یه دنشون شیلد یک جایی بازی عجیبی زدن، حالا میتونن نتیجه بگیرن با این بایی که کردن یا نه. امیر جون چقدر شاخ وسط اومده بیرون وسط یه نفر هم دید توی بینکون یه تگر به یه ساعت هدش هم زد با دقت، حواسش که همه جا هست. از اون برم بچه ها ایو دارم پوش میکنم بروم بشونم که دراپ معلوم نیست کجا میخوام برم، همینجوری توی بازشون زدن دی این ای رایش سون و زیرون میاد تریدش میکنه به ثانیه فکش به چهار رکفلر با اون دیزرت خودش استترک هم داره چند تا زده 27 تا چی نوشته 27 تا هد وحشتناک، یعنی میتونه کیل بگیره یا نه. به طور پلن میکنم ثانیه 50 بازی چه گیم کورنر فکر میکنم دلیلی هم واسه دنبال کردن داشته باشم بخوام برم پیداش کنم رکفلرو، یعنی اینکه حدس بزنم مثلا شاید یه گانه خاصی داره که اینو آمارشو ندارم، اون عجله ای هم ندارم واسه پیدا کردنش. آروم همه جا رو دارم میگردم پوزیشنی که گرفته و این فراس نزدیک شده بهش، زیرو هم یه خورده نزدیکه ولی کم باید میدونم بهش برسه. پیداش کنم یه جایی رو افتیم که اصلا خارج بود. 6-1 نتیجه مپ دوم فینال مسابقات اکستریملند کوالیفای دبی، از اون برم اکستریملند چین 100,000 دلار جایزه این ایونته، ایونت خیلی بزرگ و حضور تیمای نامدار. این راند میبینیم یه حرکت جدیدی میخوام بزنم، این حرکت معلومه تمرین شده است، میخوام سمت یو بریزن اسمیکو ملتوفای دیفالت رو میدن، کنترل سمت پشت بیرو میگیرن بچه های اینطور هم میدن همه جا رو کیلیر میکنن چون همه هنگی دارن توی اینطوری دادو اناشون مهم فراس نفر اول میگن بای اسنایپر رو پیدا میکنیم این شد داده که اگزیکیوتی کردن. خیلی زیبا بود این اگزیکیوت، این سایت خالی تحویل آمبرشون میشه رابر اون مفتراتی پلنت میکنه و اینم راند بای بچه های تیم اندی و دو تا کیل. حالا میگیرن این کیل ها رو کجا گرفتن ما نهیدیم ولی بازی رو 3-3 میکنن، یه خورده احتمال گذرانش زیاد میکنن پرید تو صورتش نتونست تشخیص رو بزنه. شروبی هم اون بالا دیگه بین 3 تا تروریست نتونست کاری بکنن. 7-1 این مپ به نظر بچه های تیم گیم کورنر یه چند تا لول کار رو بردن بالاتر، اون نتیجه که چند میخواستن تو مپ قبلی تو ترین نگرفتن ولی اینجا دارن جبران میکنن. 7-1 دوباره تیم
تیم امدی توی فشار مالی، ماکسی با یه دیزرت خالی، ببینیم میتونه این دیزرتش کیل بشه. اونا به به یه هیدی زد یه دیگه مثلا ترید میشه همونجا، همه پلیرای تیم امدی تک تک پرپر میشن جای مختلف مپ، اتفاق خاصی نمیفته. اینا دوباره دی ان ای تک به 4، یه دلیل نره سیف کردن این یو اس بی. ولی خب امیر زیرون اینجا هست، چه شاتی هم بیستده چیه؟ هشت هشت یک این ران بالاخره بعد از مدت و بچه های تیم اندی تونستن بای کنن. ببینیم ما این گانهاشون میتونن یک کازی بکنن. حالا ببینیم استراتژی تیم گیم پونرز چیه توده بای رانده. اینا دست پیش بای کردن سریع فست بیو گرفتن و اصلا نذاشن حریف بازی کنه. بچه اندیز با آنش رو جایز شدن یه خورده اسلو تر، ولی اصل کار همونه. دوباره میخوان اگزیکیوت سمت بیو برن، این بار یه خورده اسلو تر میخوان کنترل سمت پشت بیو آروم بگیرن ازشون. خب فلش اول میزه اسنایپر فلش میشه میکشه عقب یعنی میکشه یه نفر رو میزنه اسنایپر، یه نفر دیگه رو کم میکنه. دستیوی تو سایت با نایت میگه در نمیتونه بزنه. کازوما بازیو بر میگردونه با اون بندزونی که میزنه راشه. بچه های تیم گیم کورنر اینجا به بومبست میخوره با اسنایپ کازوما. مهم فراز تک به 4 نمیم چکار میخواد بخونه میره واسه راند یا اینکه میخواد فقط سعی کنه سیف کنه. یه دقیقه وقت داره فکر کنم بتونه تک تک گیر بیاره. بچه اندیو نفر اول شانس میاره میسری خود سریع بهش به به عجب ریفلکسی تو اسنایپ زدنش. کازوما رو فکر کنم تایی شده اشتباه نکنم. یه پاپ فلش اسمش هم میزده فلش روش میخواد بره سمت بیگیر و کاری به ای نداره از اسکیپش میکنه میره ببینیم میتونه بیگیر رو بزنه نمیتونه بزنه. کازوما اونجا برمیگردنه روش. کازوما راندو خیلی خوب در آورد واسه تیمش. امروز کازوما کلا خوب نشون داده. راند دومو میگیرن بچه تیم اندی. هشتو بازی حالا دوباره میتونه جذاب بشه با این راندی که گرفتن بچه تیم اندی. دوباره دوتا تیم فول بای هستن با این تفاوت که بچه تیم سیتی الان دو تا اسنایپ دارن. این اسنایپشون رو کجا گذاشتن؟ یه اسنایپ گذاشتن سمت مین، اون یکی اسنایپشون سمت بی. کازومو هم پوزیشن ربیشو گرفته. ولی خب بازی سبک بازی رو همچنان به نظر عوض کردن بچه تیم گیم کورنر. سبک بازی رو عوض کردن. پرسورا بود چقدر پوش شده جلو توی در و رشنس رو میگو اومده جلو خیلی خوب نفوذ کرده. این میتونه درد سرساز بشه واسه بچه تیم اندی. از این کار میتونن استفاده ببرن یا نه بشون معلوم نیست کدوم ساعت میخوام برن. بازی آروم شده دوتا تیم با احتیاط دارن بازی میکنن. رشنس همچنان رد کرده، حریف خبر نداره که رشنس اینا رو رد کرده. اگه بتونه اینجا چند تا کیل بگیره فکر کنم داره یاراشو صدا میزنه میگه بیاید سمت بی که من اینجا الان از بک چند تا رو میزنم. ببینیم چیکار. اون صدای روتیشن گرفت، صدا گرفتش روتیشن کردن سمت یعنی داره داد میزنه بچه بیاید سمت بی. تیمشون رو داره جمع میکنه سمت بی. خودش هم خبر نداره که چپش ردش میکنه چپگرو. دی ان ای یه نفر رو میتونه بزنه با اسکیپ کردن رشنس. خب ولی خب کسی صدایی هم نداشتی بدونه کی کجاست. صورت رشنس بوده که همسط میشه اسمی شینوگی از بینتروم جوین میده و یه نفر کم میکنه رابر کم میکنه. 3-4 بوم فلن توی اومسای بی. گرفتن این ران واسه تیم اندی غیره قابل تصور نیستش. میتونم بگیرن این ران رو فلش های دارن در بچه های تیم گیم کورنر. بک بگیرش رشنس بگیره هده قشنگ میزد ماکسی. این راندم یه ریتیک خیلی زیبا داشتیم بکن نتیجه بودی کرد تو سرور های ریتیک زیبا به کار اومده واسه بچه ها.
8-3 این راند خیلی مهمی میشه گرفتن، ولی همچنان به نظر من اصلا با اینکه تیم ترور تکون نمیخوره گیم کنه، هر راند داره بمب پلن میکنه، هر راند گان دارن. ببینیم تو این زیک هایی که این دوتا استایپی گرفته بودن بچه تیم این جواب بوده، کازمو دوباره یه شاپ بودشه جمعش کرده، یه تیر میزنه میره عقب به سمت ای فکر میکنم، نه اموزه خطش نگه هم میده. بازی دیفالت از تیم گیم کورنر پوزیشن دیفالت بازی رو فکر میکنم یه خورده میخوان استیبل ترش کنن گیم کورنر، یا وسط رو خالی پیدا میکنن رشنس شیف وسط رو باز میکنه، پوسترش هم رپتور از بالا با اسنایپ خط داره سوسش، از اون برم ماکسی حواسش هستش، میدونم وسط رو خودشون تقدیم کردن، ماکسی یه خطی گذاشته پشت سقل ای واسه وسط، این خطش میتونه خطرناک باشه و خیلی مفید واسه تیم اندی. روتیشن ولی اینجا زومش رو بعدش دوتا فلشی که بچه تیمه یه کورنر دادن از برداشت از اون ور تا اومد زومش رو دوباره بزنه دیگه دیر شده بود، دستش رو خونده بودن این کورنری ها همیزی رو هم درش میزن. بله میان میان ازشون میزنه کازوم هم رو اسنایپ خودش نمیتونه این دست جادو کنه، تک به چهار یه اچپی دو دارن یه اچپی شیش بچه گیم کورنری، ولی خب به هر صورت خودشون رسوندن به اون ساید ای و از اون هم دی ان ای توسط امیر زیرون پشته میشه 9-3. دوباره بچه های تیم اندی این مشکل مالی برمیخورن، یه سیف رانده یه جوری توی پول در آوردن تو بازی خیلی دوچار بچه‌ها شدن، حالا به صورت شانسی رانده که گرفتن بعد شانس دادن جوری شده شد بالا نرفت خیلی سیف شدن، رشنس بوست میشه بالای جبه سیفیه یکی از ادمین ها من خود بازی کردم خیلی خوب اینجا هم رشنس حالا میبینیم که اینجا جمعه میده و وسط میبینیم همه هم هستش میبینیم یه پوسترش هم میزنه، حالا تیم هم سیو هم بودن دیگه ترکیب چهار می پی دی ویس پنجه شو من نمیدونم دفعه هم فایده این همش بوم هم تازه پلنت میکنن 300 پول اضافه هم میگیرن تیم گیم کورنر. اسنایپ این سری دست راکفلر کازوما و یه M4 آنه شده دیگه این رو هم چیکار میکنن رپتور حالا با اسنایپ خوش میخواد بره ریسپانی یه مومه اونزادی بذاره یه نفر رو کم کنه بله شیل کازوما رو میگیره، کازوما فکر کنم یه لحظه احساسی از زوم داره قربانش اومد با فرهاد بذاره این پشت اصلا نیدش ندیدمش رد کرد بوداش رد کنه اون رو رد میکنه میره که دیگه فایده نداره بعد میزدش به نظر من رپتور نیمده بدون زوم میزنتش. این هم رانده بای بچه های اندی بودش ویو کردن رانده بایو به این سادگی تقدیم کردن 13-3 رانده آخر این نیمه بازی هم دوباره میبینیم که تیم اندی پول درست حسابی ندارن واسه بای کردن، یه یو ام پیو 4 تا پیسول بسنده میکنن دیگه بیشتر از این حسشون نمیرسه واسه این ران ببینیم چجوری میخوان سی تی ها این ران رو بگیرن، اسمو که درم یکی راش شد در رفت تو بازار تنه دیشیت توی در پیداش نمی کنی رکفلر هستش کسی هم حواسش نی بارسا رپتور چیکار داره میکنه اینجا والبنگ میخواد بزنه اسم ردش کرد نه 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 اون پشت دیوار بود
اشتباهی فکر کنم برای ردش کرده حواسش دیزرت کیل دیگه هر چی جز دیزرتاش اونجا دو تا کیلو میگرفت تو راند میتونست برگرده ولی خب اون یکی هم خودش بدی نبود دو یه لحظه دید میلی ثانیه‌ای میستاد شانس آوردم بلدی که اون وقت جامپ زد موکسی بود فکر میکنم متوجه شد اسنایپر پوزیشن نزدیک گرفته که با سیزدش بتونه بزنه موکسی موین فراس یکی لحظه میگیره جلو فرهاد رفتور ولی چند از سیزد سریع‌تر میزنه اسنایپر کازوما موندو چهار تا پلیر گیم کورنر ببینیم میتونه کسی رو کنس کنه توی راند آخری راند میتونه واه با قبل از اونگش یه دیزرت قشنگ زد ولی خب در آخر راند رو بچه گیم کورنر گرفتن و این نیمه 12-3 استود تیم گیم کورنر شد بریم نیمه دوم داشته باشیم بریم پلیر چیکار دارم میکنم تو سالون کار خاصی نمیکنم همه سر رو تو مانیتور خیلی جدی بازی لایوه 12-3 نیمه دوم شروع میشه بریم تروریشون چیکار میخوام بعید میدونم بتونن تروری حالا این راند یک رو اگه بگیرن شاید یه کارهایی بتونن بکنن اس رو سمت بی دارن میرن معلوم نیست چیکار دارم چهار تا سمت بی اومدن دو تاشون اومدن سمت وسط هولش کردن تصمیم گرفتم بازی آرومش کنم چه تیم هندی اون پروس چه خط تمیزی گذاشته لنم هست و بهینه فکر کنم بهینه خط تمیز باشه کسی فکر شدش میان نه بکش میدن کسی فکر شده مهم فرست امروز نمیان ولی بوم ساید ایو ریختن میتونی یه نفر شینوبی ریخته خوش تنهایی ساید ایو گرفته بچه های گیم کورنر فکر کنم میخوان ریتی که ایو بازی کنن حریف بیاد ایو بگیره و شما ریتی که شما با اینونتوری حتی اینونتوری هم ندارن اون شوتینگی ریتای که شما هم بارا خیلی سختریه میتونم یه فلش اومد خطای هماهنگ عجله نرن دیفیوز دارن خیلی هماهنگ وایس دادن سیکی میخوام اونا ریتای که شما دراز فیوری کنم چه کنم میمونه یه نفرم آمارشو گرفتی که این پشت من در مخیر هم زمان میان و هر کی بالاخره حواسش به چیزی بود معلوم بود این ریتیکل تمرین کرده بودن قشنگ میدونستن کی کجا رو باید بزنه کی کجا رو بگیره ندیدیم که چند تا کراشر سیتی ها بره یه جا خیلی تمیز همه جا رو حواسشون بود بوم پلن کردن بچه تیم اندی ولی که تصمیم گرفتن که بای کنن دیگه هرچی دارن بای کنن و بریزن احتمالا فست یه جایی بریزن بگیرن به نظر من انتخاب بدی هم نکردم واسه ران گرفتن جلو تیم گیم کورنر شاید راهش همین باشه یه اسلو گفته جلوشون رو اسلو کردن اسلو بخوام بریزم فکر کنم یه خورده کار سخت‌تر بشه اینجا یه نفر اسلو بریزم بارس رابه حالا این اسلو پای یوزی وایستاده کسی بیا حواسش هست تیرش تموم میشه با همون ویپنهایی که داشتن دو به دو میکنن بازی و بوم دستش اسمش 12 شد اون گرنه شانس آوردش که نبود بومو داره پلن میکنه موین فراس با همین زیرون داره میده و کازومو چی کار داره میکنه توی این بازی نفر بعدی هم ردش میکنه چقدر خوب امیر زیرون با یه مگسی تک به تک در مقابل ماکسی خیلی خوب پوش میکنه و از جهت مخالفش میاد میزنتش 13-4 اولین راند تروری رو میگیرن بچه های اندی روحیه به تیمشون برمیگرده و تیم گیم کورنر هم سیو میشه این راند هم یه اتفاق بعد نیفته باید بگیرن دوباره هیچ خاصی نه اوه اوه بای کردن بچه تیم گیم کورنر یه فورس بای عصبانی زدن این راند ببینیم فورس بایشون میتونه جواب بده یا نه این راند اگه اندی اسلو بازی کنه شانس گرفتن راندش خیلی بیشتر میشه شاید فصلی زره بخواد بره فکر کنم غافلگی شه با این فورس بایی که زده تیم گیم کنه خب خوشبختانه واسه تیم اندی اسلو دارن میرن ولی چون امین زیرون با دیزرتش از فاصله دور وسط رو میندازه سبک یه سی ای با یه دیزرت وایستاده وسط رو همونجا فلج شد تیم اندی و ببینیم
بعد از کم شدن یکی از یاراشون چیکار میخوان بکنن؟ اندیا جم دارن میشن سمت بیم. اسکی ماکسیشون بیو خیلی اومده جلو. اسکی یه نفر فهمید که ممساده گرینه دم میده سمتش هست. ممساده بیو خالی از اون بعد زیرون بالا باز دور زیرون همه جا هست. هر جا میری میری همین زیرون آماده به جوین. ممسادتو نذاش حریف رد کنه بره بکنه. الان رد کنه که همین زیرون هم میزنن رشکس بومو دراب میکنه. 47 ثانیه مونده تک به دو میشه بازی. راند فورسی کردن رو دارن مسکی برمیگن. کازومو پلیری که خیلی خوش درخشته توی این دور از بازی ها ببینیم میتونه این راند باز تیمش بگیره. خیلی مهمه این اگر بعد موقع گره اینت میکشه اسمش 22 میشه. شانسی نمیدونم دستش به موس خورد چی خورد گرنیدش کشید خیلی بد موقع. این راند دیگه عملا میشه گفتش که رانده خیلی از لحاظ روحی بچه های تیم اندی واقعا این راند ضربه میخوان چون ایکو راند رو دادن به تیم گیم کورنر. الان دیگه تصمیمات عجیلانه بگیرن و بس بخوان یه دور بریزن. شاید هم راه حلش همین باشه که میزنن ساید یه نفر دیگه اونم خالی میکنن سایدو دو به دو بوم خالی بوم بعد پلن کنن. بوم ساید خالی شده بومشون هم رو بوم ساید درافه اندر سری بومو بردارو بره واسه پلن تشه خورده دارن لفتش میدن هرچی سریع پلن کنن شانس میدنشون میره بالاتر. این متاسفانه خیلی دارن لفتش میدن. شینوبی اینجا سه دو پای یه نفر یه فیرف بالوت خیلی زیرکانه شیف اپ بکش درمه چی زد فرهاد رپتور چه جوری برگشت زد واقعا اینو باید ریپلیشو بعدا دید چه جوری برگشت خوش ببینیم ماکسی میتونه رپتور بزنه. نه رپتور عجب شاتی زد ای کاش سناستش بود الان برمیاد میدیدیم چی زد فرهاد تصویر ما که خیلی عجیب غریب اینجا میشه گفت انس رو شوقه شات فرهاد یه جورای دیگه چی میگن میشه آخرم برو کرد توی تابوت تیم اندی 15-4. این دیگه میشه گفت مچ پوینت تیم گیم کورنر کوالیفای میشن واسه مسابقات دوبه کوالیفای اکستریم لند چین. $100,000 جایزه. دو تا از بچهای دی ان اندی بیشتر زنده نموندن دیگه. این راند 100% یه جوری از الان باید بچه های توی گیم کورنر واسه در خواهات کوالیفای دوبه. بله راند میشه 16-14 نچه بازی به استافتیری دو هیچ به نفع تیم گیم کورنر. تبریک میگم بچه های گیم کورنر. اینجا صحنه دست دادن بچه‌ها هم داریم می‌بینیم. بازی جوان مردانه بعد از بازی حالا موسیقی برد داره می‌خوان جمع کنن. یه خورده دیر اومدیم روی این تصویر بچه‌ها رفتن دست جوان مردانه هم دادن